ساکنان دهه نوبنیاد استقلالیت ناحیه وحدت را 5 سال پیش پس از یک زلزله شدید در دهات قبلیشان به این محله کوچ دادند. ساختمان بیشتر از 100 منزل برای ساکنان ضرر دیده از زلزله را مقامات حکومت تاجیکستان انجام داد. اما ساکنان میگوید که محله نوبنیاد استقلالیت پس از انجام ساختمان منزل ها به باد فراموشی رفت و به ادامه فراهم آوردن شرایط های عادی زندگی آنها نقطه گذاشته شد. ساکنان این محله 5 سال بعد منتظر آب وعده کرده آشامیدنی هستند، ولی حالا نیول میشه 5 تا به اول اینا مقاق میشه این حال با سال کرد اینا به اویرا حاضر نه وقتی که موی اپریل ما به ایتیز بای خواه همه کدی و اگه اون سویه نیست که سرمون پانو کنه. برای ساکنان محله استقلالیت آبی برف و باران توفه خداوندی است که تشنگی میشکنند و سر و لباسشان رو تمیز میکنند. اما در دیگر فصل ها آب را به قول از دیگر دهات اطراف می طلبند. آب ایمی اسرائیل آباد میگن شلوکه اوی چشم آوردگیم بوشکاد محکم کردگیم اوی قلب میزنن محکم میکنن برای خشان سهتگی میتین ما میریم همون خلق ما میرو قطار خیلی گپی پس بلنگ هم میزنن نمیتین بود نای درم میروان آب درم میروان خرکی نای مصفید چند برشید ما خدم دیم با چشم خرکی میرو ای دیگه شلوک آب میاره خرکی. روزهای بنیادی ساختمان منزل ساکنان این دهه همزمان حوض بزرگی را برای تامین به آب آشامیدنی در بلندی دهه شروع کردند، اما ساختمان آن هم همان سال در آغاز یخ بست. انشاءات دیگری مهمی که در دهه نوبنیاد استقلالیت در 4 سال پیش در آغاز ساختمانش یخ بسته است، مکتب تحصیلات عمومی می باشد. کودکان این محله هنوز هم با مکتب های دهات اطراف بعضن تا 2 کیلومتر راه دورتر پای پیاده به درس می روند. مکتب وای یک عرب باید ساخت وای میکرد های فعالیت قد شید در مدت اینم 4 سال اکی همین جمعی ساخت کار میکردیم ماهوش میدادن ماهوش خوب میدادن مونا های سبب قد گشتیم این ساختمان این مکتب دیگه مون همش یکان کس اهمیت نمیتیم فرزندمون به مکتب خواهی در مکتب اسرائیل آباد میخونن و در نیست پیش در ایست نیست پیش در شور همه پراکنده درهای ماشین میروند، ایره ها ما خواتیریم، ای فرزندامون که چه خود میان، چه خیل میان، گفته تشویش میکشیم. ساکنان محله استقلالیت هنوز هم در حالت فوتیدن یگان نفر دهه جسد آن را در آرامگاه دهه سابخ خودشون دفن میکنند که از این محله خیلی فاصله دارد. مزار آرامگاه نداره، مردمون در حقمون نمجا در جای یگان جای جنازه کنن نداره. اینم جد قدرت جنازه میکنیم ماشین زکاس میکنیم قشلاق خانمون میبریم چند بار مراجعات کردیم یگون چیز نیست. زلزله 5 درجه ای ریختر 10 نوامبر سال 2013 در 11 دهه جماعت های کریم اسماعیل، رجب اسماعیل، بزرگبای برونوف و چهارسوی شهر وحدت 104 خانه را کاملا و 250 خانه دیگر را قسما ولنگور کرد. بعدن مقامات حکومت و سازمان های بین المللی با کمک مردم آسیب دیده شتافته در بنیاد منزل های نو زیستشان در دیگر منطقه مساعدت کردند. در دهه نو استقلالیت برای بیشتر از 100 خواجگی منزل زیست ساختند، اما حالا در اطراف این دهه که منصوب به همین دهه است حدود 2000 خواجگی منزل زیست بنیاد کردند که نیز آنها روبرو با مشکلاتی هستند که ساکنان نخست دهه نو بنیاد استقلالیت دارند.